کیه؟ از طرف کی؟ سلام. چه سوزی میاد اینجا؟ کی اون در رو باز گذاشته؟ ببندش. چشم. نمیدونم مال این قرصای تازه است که دکتر داده یا سردی هوا که اینقدر کرخت و لاجون شدم. یهو یه دردی میاد تو پشتم، تیر میکشه تا ترقفم. به خودم میگم بدرالملوک، الان که دیگه بیفتی و پا نشی. خدا نکنه خانم، ایشالا سایتون 100 سال دیگه رو سر ما باشه. منو کمال آقا فرستادن، وکیلتون. شالمو کجا انداختم؟ شالتون بفرمایید. اسمت چیه؟ سنم. چند سالته؟ چند روز دیگه 25 سالم تموم میشه. به آقا کمال گفته بودم زن نمیخوام، اونم یه دختر جوان. من خودم ازشون خواهش کردم. حکمان آقا کمال باید به توصیه ما عمل میکرد یا خواهش تو؟ توضیح میدم خدمتتون خانم. که چی؟ بابت این اومدم اینجا. عینکم با هم نیست. خودت بگو چی نوشته تو این عریضه. من سنمم، دختر عباس آقا. عباس آقا پسر محمد کریم، فراش خونه آقا کوچیک توی ییلاق لار. یادتون نمیاد؟ یادم نیست. همون که شاغولوس قانقاریا گرفت. یادتون نیست؟ گویا یار و همدم آقا کوچیک بودن وقت جوونی. بابا میگفت آخرای هفته آقا کوچیک و بابا بزرگم میرفتن کوههای اطراف لار واسه شکار. آقا کوچیکم فرموده بودن تا محمد کریم فراش گوله ننداخته هیچ کس حق نداره ماشه بچکونه. بس که تیرانداز قابلی بوده. آخرشو بگو. قانقاریا که افتاد به جونش، دکترها جوابش کردن. همسر مرحومتونم اجازه دادن بیارنش شیراز. یه مدتی هم تو باغ معالی آباد ساکن بودیم.
نمیرفت مریض خونه، واهمه داشت از مریض خونه. آخر عمری هم از وجدان افتاده بود به جونش، بس که این رعیت بیچاره رو آزار و اذیت کرده بود. هرچند خودش میگفت مأمور بوده و معذور. البته میدونست که داره عذر میاره بدتر از گناه. نمیخواست بره مریض خونه چون نمیخواست بمیره. کارم از کار گذشته بود. بعد مرگ آقا جون ما هم شدیم ساکن شیراز. یه خونه نزدیک باغ آقا کوچیک تو قصر دشت. گویا پدر به درخواست آقا کوچیک تن داده بود به این کوچه اجباری. یادم اون موقع که واسه عیدا تشریف می آوردین شیراز. گفتی سبیه عباسی؟ پسر محمد کریم فراش؟ بله خانم، تنها بچهش. تنها بچهش؟ تا اونجایی که من میدونم فراش و فراش زاده ها دسته به بچه پس انداختنشون بد نبود. چطور شده عباس به یکی رضایت داده؟ بله خانم، منتها اگه زنشون جوون مرگ نشه. فخر و سادات؟ از بچگی واسه پدرم هم دختر بودم هم همدم. خبر نداشتم. گفت بابام که اگر میدونستن خانوم حتما کاری میکردن واسه همدردی، حتی اگه شده با یه پیغوم. خودش کجاست؟ دیروز 40مش بود. عجب، عباس محمد کریم هم مرد. خدا رحمت کنه آقا کوچیک و همسر مرحومتونو. ولی سنی نداشت بابای من، هرچند سرطان دیگه جوان و پیر نمیشناسه. داغ مادرم من پیرش کرده بود. عجب. این اواخر آورده بودمش اینجا پیش خودم. من تو همین دانشگاه اینجا درس میخونم. بابام خیلی دلش میخواست بیاد اینجا برسه خدمتتون، ولی خب عجل مهلتش نداد. همینجا هم فوت کرد. منتها بردیمش لار دفنش کردیم. خودش وصیت کرده بود. پس اومدی اینجا که همینا رو بگی؟ راستش خانم، من یه بدهی داشتم به شما که کمال آقا در جریانن. چند سال پیش یه وام گرفتم برای تامین هزینه های دوا درمون پدر، که البته اونم از صدقه سری این همه سال خدمت خودش بود به شما و خانوادتون. چند روز پیش کمال آقا با من تماس گرفتن، گفتم من باید تکلیف این بدهی رو زودتر مشخص کنم. باور کنین تو این سالا خواستم چند بار این کار بکنم، ولی هیچ وقت دخلمون از خرجمون بیشتر نشد. پس اومدی کاسه گدایی بذاری جلوی من. بذار حرف آخر رو همین اول بهت بزنم که حساب کار بیاد دستت، بی خودی برای خودت چرت که نندازی. من به آقا کمال گفته بودم یک نفر رو بفرسته که کمک حالم باشه، که جوابی بده اگر صداش کردم تو این خونه ملال آور خاموش. تا الانم فکر میکردم برای همین منظور اومدی. ولی اگر در این خونه رو باز بذارم خالی نمیشه از بدهکار و ندار و بیکس که همه دار و ندارشون حواله خیر از خداست و کاسه چکنم گدایی. خانم اشتباه نشه، من برای گدایی نیومدم پیش شما. من اومدم اگه اجازه بدین، مهلتی بدین، وایسم این بدهی رو صاف کنم. همین. آقای دکتر، آقازاده از نظر فیزیولوژیک مشکلی برای راه رفتن ندارن. در اثر ضربه‌ای که به سرش وارد شده بود، اون قسمتی از مغز که به اعصاب حرکتی فرمان میداد دچار اختلال شده بود، که اون اختلال البته الان کاملا رفع شده.
ولی من فکر میکنم اون خودش نمیخواد ویلچر رو ترک کنه. میشه یکم بیشتر توضیح بدید آقای دکتر؟ بله، فلج خودخواسته. اون داره از خودش انتقام میگیره. آخه برای چی؟ توصیه میکنم با یک روان پزشک مشورت کنید و تو زندگیش هم تا میتونید تنوع ایجاد کنید. سلام. سلام خانم جوان. خب مرحمتتون زیاد. خداحافظ. آقا کمال همه چی رو بهت گفت؟ بله. گفتن که دارین دنبال یه پرستار میگردین. گفتن که... گفت که میتونی به جای بدهی تو این خونه کار کنی؟ بله. گویا یه پسری هم دارین که بیمارن. برای... پسام بیمار نیست. اون فقط... بله خانم ببخشین. من قصد جسارت نداشتم. گفتی به جای بدهی چی دادی؟ سفته. البته دو برابر مبلغ بدهی جهت ضمانت. میسپارم آقا کمال ترتیب همه کارا رو بده. دیگه حرفی نداری؟ نه خانم. البته کار کردن تو این خونه شرط و شروطی داره. بشین. چشم. اینه؟ بله گمونم. بذار حرف آخر رو همین اول بزنم که نه دلخوریش برای تو بمونه نه آه و نفرینش دامن ما رو بگیره. اختیار داری خانم، این چه حرفیه؟ اگه زیر بار دین بابات نبودی و بدهکار، محال بود برم زیر بار این کار. محال بود بذارم پا تو خونهی بذاری که یه جوون توش نفس میکشه. میفهمی چی میگم که؟ بله خانم. پس حرفی نداری؟ نه. یعنی موافقی؟ بله خانم. خب البته واسه راحتی خودته، میدونی که اینجوری هم حد و حدود شما نگه داشته میشه، هم شأن این خونه حفظ میشه. ببخشید خانم، من متوجه منظورتون نمیشم. منظورم حفظ شؤونات عزیزم. من فکر کردم که بهتره که تو حسام اینجوری خیال هممون راحت میشه. چی میگی؟ حسام من پسر خوبیه. اگه زمینگیره و علیل چه باک؟ تن سالم برای نون در آوردن و کار کردن
که صدق سریع ثروت خاندانیش نه نیازی به کار کردن داره نه محتاج نونه. تو هم فکر نکن چون دستت زیر سنگ ماست مجبوری قبول کنی. پس خوب فکراتو بکن، اگه موافق بودی به آقا کمال خبر بده. بفرمایی خانم. دوربر حسام نمیپری، باهاش حرف نمیزنی، فقط یک سلام که چه بهتر علیکی نداشته باشه و یک خداحافظ که نه معنیش دلتنگی باشه و نه دلواپسی بیاره. مواظبی که قرصاشو به موقع بخوره، غذایی که دوست داره براش درست کنی، تا خودش اجازه نداده اتاقشو مرتب نکنی، شب به موقع بخوابی که صبح زود باشی، نه مهمونی میری نه مهمونی برات میاد، شب به جز مواقع ضروری از اتاقت بیرون نمیای، صبحم بی خودی تو خونه نمیچرخی، تا صدات نکردم نمیای، تام نگفتم کاری رو انجام نمیدی. و سلام. چشم.
آقا حسام، قرصاتون آوردن. تنها بذار. باشه، پس هر وقت خوردیم برمیگردم لیوانو میبرم. همین الان ببر. نمیخورین قرصا رو؟ خیر. هر طور راحتی. چی شد؟ قرصاشو خورد؟ نه خانم، نخورد. بشین. چشم. گفتی چی میخونی تو دانشگاه؟ ادبیات. ادبیات فارسی. پس چون درسته بعضی وقتا میبینم دیوان حافظ دسته، ولی کم دیدم جوونی از پس و پشت امثال شما که با حافظ دم خور باشه. به عشق حافظ ادبیات شده درس و مشق من خانم. حاضر جوابیرم که خوب یاد گرفتی از خواجه شیراز. ببخشید، من قصد جسارت نداشتم. چی شد آقا اسم؟ اتفاقی افتاد؟ با مادرم کار دارم. باز چی شده اسم جان؟ چرا هرچی صداتون میکنم جواب نمیدین؟ ابا خب نشنیدم. چی میخوای؟ یه لیوان آب به من بده. آب میخوای؟ آب. این آش بفرمه. ابا داری چی کار میکنی؟ حواست کجاست؟ من فکرم گرفتینش آقا اسم. ببخشید. لعنت بر کسی که این واژه ببخشید و وارد زبان فارسی کرد. ببخشید، ببخشید. حسام داره از من انتقام میگیره. اون منو مسبب مرگ زنش میدونه. حالا چرا خدا میتونه؟ شاید چون از اول مخالف این وصلت بودم. اسمش نگار بود. دوست داشتن همو. حسام بیشتر. میگفتن عاشقیم. همه ی دار و ندار زندگی مشترکشون هم همین بود. ولی من ندارم اعتقادی به این حرفا. پاشو کرد توی کفش که همینو میخوام و لا غیر. وصله ناجوری بود به دامن خانواده ما. تو فرنگ با هم آشنا شده بودن. دختر بدی نبود. اهل موسیقی و هنر. کم دیدمش. زندگی مشترکشونم زیاد طولی نکشید. دختر دهاتی که پاش به فرنگ رسیده باشه حتما سری داشته تو سرا. ولی وصله ناجور وصله ناجوره. حالا میخواد به نمد جلوی در باشه یا قالیچه دیوار کوب. میفهمی چی میگم؟ بله خانم، میفهمم. ببخشید خانم، میخواستم بگم با اجازتون من امروز یه سری به دانشگاه میزنم. میخوام مرخصی بگیرم این ترم و اون وقت راحت‌تر میتونم به کارهای خونم رسیدگی کنم. برگشتنم از زیر بازارچه خرید کن. چشم.
مادر! 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 آهای! کسی توی خراب شده نیست؟ بله آقا حسام، کاری داشتیم؟ چرا چی صدا میکنم جواب نمیدین؟ ببخشید نماز بودم. اون قاب عکس رو کی برداشته؟ من. آخه به چه اجازه ای؟ اینجا هیچ کسی حق نداره به این عکس ها دست بزنه. کسی حق نداره نشونه های نگار رو از بین ببره. زود اون قاب عکس رو بیار از سر جاش. هیچ کسی حق نداره نشونه های نگار رو جا به جا بکنه. هیچ کسی حق نداره عکسای نگار رو برداره. حق نداره. هیچ کسی حق نداره. حق ندارم به عکسای نگار دست بزنم. هیچ کسی حق نداره. قرصاتون آوردم. لیوان آبش کو. الان براتون میارم. شما چه منفعتی میبرید از آزار و اذیت من؟ باز من چی کار کردم که تو اینجوری آشفتی؟ این خانم اومده اینجا برای چی؟ اومده اینجا برای چی؟ اومده اینجا که کار کنه. همین. به من بدهکار بود. گفت به جاش بیاد تو این خونه کار کنه، منم قبول کردم. کار بدی کردم. گناه کردم. بعدم مجبورش کردید که با من محرم بشه. به جان حسامم اگه اجباری در کار باشه. اون با کمال اختیار نشست پای سفره عقد. تو خودت اگه مخالف بودی چرا قبول کردی؟ چون میدونستم دیگه حوصله نگهداری از یه آدم علیل رو نداری. میخواستم خلاصت بکنم از این. تو میخواستی خودتو خلاص کنی؟ آره، میخواستم خودم رو خلاص بکنم. میخواستم خودم رو از این گیر دادنهای وقت و بی وقت تو خلاص بکنم. از این که میری تو خانواده های پولدار برام دنبال زن میگردی، از این که میخوام از فکر نگار بیام بیرون. میخواستم خودم رو خلاص بکنم. ولی چی؟ هیچی. حسامم، نگار مرده ولی ما موندیم. چی کار باید بکنیم؟ باید زندگی کنیم دیگه. مگه غیر از اینه؟ تو هم بالاخره باید یه روزی از این پیله که دور خودت تنیدی بزنی بیرون. آخه مادر، کی حاضر میشه با من ازدواج کنه؟ با من علیل، من عشق مرده. اگه کسی هم حاضر بشه مطمئن باش چشمش دنبال همین چندقاز ارثیه که به هم میرسه. بس کن دیگه مادر. تو اینجا چی کار میکنی؟ آب آورده بودم آقا حسام قرصاشونو بخورن. آقا قرص نمیخوره. آبم نمیخواد. برو یه جاروی چیزی پیدا کن بیا این انارا رو جمع کن. چشم.
آقای سام، میخواستم بگم کسی منو مجبور به کاری نکرده. هرچی بوده خواست خودم بوده، میل خودم بوده. اون موقع رو یادتونه؟ واسه تعطیلات عید میومدین شیراز، یه بار جلوی شما یه پر طاووس رو گذاشتم لای قرآن به این امید که قد بکشه، یادتونه؟ البته که اون موقع ها مهربون تر بودین. تقاص کدوم گناه دارم پس میدم؟ خودم هم نمیتونم. بهش گفتم حسام جان، هنوزم که هنوز اسم خاندان و ایل ما که تو شیراز میاد، چهار آبادی اون بر چهار آبادی این بر شیراز حساب میبرن از اسم پدر و پدر بزرگ و پدر جدت. هنوزم که هنوزه اگر کسی دستش به جایی بنده و سرش به تنش سوار، اگر صدق سری آب و اجداد ما بوده باشه، شکرگزاره و فرمان بردار. لب تر کن، انگوش بذار رو هر کی که میخوای، اگر جواب رد شنیدی اون وقت دست رد بزن به تمام اعتبار خاندانیت. نشنید که نشنید. آخرش آه مادر بود یا قضا و قدر، خط شد قائله، اما نه به خیر، به جاده‌ای که آخرش نرسیدن بود. زنش نگار پشت فرمون بود، خودشو به کشتن داد و بچه ما رو هم علیل کرد. سنگ تموم گذاشتم برای مراسم تدفین و ختمش. چه مراسمی، ولی چه فایده؟ مزد کارم شد قهر و قیز که چرا نبوده تو مراسم ختم. چه میکردم؟ میت رو زمین، حسام تو کما، کس کار میت معطل. رضایت دادم ببرن شهرستان، میخواستن مزارش بغل گوش خودشون باشه. فکر کردم چه بهتر اگه نباشه سنگ مزاری و قبری، شاید کمتر بهانه بیفته دست حسام که بخواد بیقراری کنه. چه میدونستم من نادون که جنون این پسر ورای این حرف هاست. سیاه شد روزگارمون بعد از اون تصادف. اون که رفت راحت شد، بچه من مون با یه دنیا مصیبت. وقتی بده کارش شده گریه و زاری، وقتی هم خوبه قهر و قیز و سکوت. بچه تحصیل کرده فرنگسون شده ذلیل یه صندلی چرخدار که معلوم نیست تا کی باید پاگیرش باشه. روزگار سختی،
من آوردی اینجا برای چی؟ آوردمشون یه هوایی بخورین. من از سرما متنفرم. برگردیم تو. هر طور میلتونه. این صدای چیه؟ کدوم صدا؟ این صدای یه ترقه است. آره. مال توه؟ یادگار پدرمه، تو خونه ما بزرگ شده. الان کجاست؟ تو اتاقم، تو قفس. ببینمش. الان. اونم یه ترقه داشت، میگفت از صداش الهام میگیرم. داشت روی نمایشنامه کار میکرد به اسم قصه کوتاه درباره عشق. همیشه از من میپرسید به نظر تو یه آدم چند بار میتونه عاشق بشه؟ منم میگفتم یه بار، چون آدم یه قلب داره. وقتی قلبشو به کسی باخت دیگه باخته، پس گرفتنی نیست. اگه اون که دلتو بهش باختی گم بشه چی؟ باید تا آخر عمر اسیر گم شده موند؟ یه روز مولانا میره دم خونه شمس رو در میزنه. شمس میپرسه کیه؟ مولانا میگه من. شمس در رو باز نمیکنه. دوباره مولانا در میزنه. بازم شمس میپرسه کیه؟ بازم مولانا میگه من. و بازم شمس در رو باز نمی کنه. یه ظریفی که در جریان ماجرا بوده به مولانا میگه نگو من، اینجا منی وجود نداره، هر چی که هست اوست، بگو تو تا در به روت باز بشه. اون ترقه کجاست؟ مرد، چون به صاحبش وابسته بود. منم فکر میکردم اگه یه روزی نگار بمیره منم میمیرم، ولی الان 1 سال و 4 ماه و 23 روزه که اونو ترقش رفتن و من زندم. حالا دوچار تردید شدم، آیا واقعا عاشق نگار بودم یا به خاطر منیت خودم اونو میخواستم؟ تا زنده ای باید زندگی کنی. این لطفیه که خدا در حق ما کرده، نباید به همین راحتی تباهش کنیم. بذار یاد و خاطره نگار با تو باشه، ولی نذار زندگیت بیهوده تلف شه. Thank you.
آقای دکتر. حالش چطوره آقای دکتر؟ بهتر از این نمیشه. خدا رو شکر. عصب پاهای حسام داره واکنش نشون میده. فکر میکنم اتفاقی که منتظرش بودیم داره میفته خانم. یعنی امید راه رفتنش هست؟ بله سرکار خانم. اگه به پیشبینی های علم طبابت اطمینان داشته باشیم، فکر میکنم ظرف 2 الی 3 ماه آینده اصلا حسام باید ویلچر رو ترک کنه. جدن میفرمایید؟ بله. منم حتی زیاد کنم. چی دارین مینویسین آقا احسان؟ میخوام نمایشنامه ی آخر نگار رو تموم کنم. نیمه کاره مونده بود. چه کار خوبی میکنین؟ مطمئن نیستم همون چیزی بشه که تو ذهن نگار بود. بله. بفرمایید. بشین. چشم. بفرمایید. این سند بدهیته به ما. بدهی که به خاطرش اومدی تو این خونه. ولی گویا الان این منم که بهت بدهکارم. حسام همیشه راه خودش رفته. منم همیشه تسلیم بودم. ولی این بار دیگه نمیخوام تسلیم باشم. میبینی؟ من بدرالملوک با این همه حیثیت و اعتبار خانوادگی اینجا نشستم روبروی تو، دختر عباس، پسر محمد کریم
که یه خواهشی ازت بکنم. من در خدمتم خانم. فقط گوش کن. بله، چشم. دختر باهوشی هستی. خوب میدونی چی میخوام بگم. با اومدن تو به این خونه حال و روز حسام توفیر کرد، عوض شد. با اسبانیشم تو بودی، خودتم خوب میدونی. ولی من برای بچه‌ام آرزوها دارم. نمیخوام از چاله در بیاد، بیفته تو چاه. چرا بهتت زده دختر؟ شما از من چی میخواین؟ میخوام از این خونه بری. ترتیبی میدم که بی هیچ درد سری صیغه محرمیتت با حسام فسخ بشه. خیالت راحت باشه. بگیر. برو پی کارت. برو پی زندگیت. نمیفهمم چی دارین میگین. خوب میفهمی چی دارم میگم. نقشت هم خیلی خوب بازی کردی. به بهانه بدهی بابات اومدی تو این خونه و بعد شدی یه طلبکار. با هیچی اومدی؟ با همه چیز میخوای بری. خیلی ها حسرت اینو داشتن که سایه حسام پسر خام بابا بالا سرشون باشه. ولی من این دندون طمع رو از بیخ میکنم و میندازم دور. من اجازه نمیدم با من اینطوری صحبت کنی خانم محترم. دست از سر بچه من بردار. شنیدی چی گفتم؟ شما از چی میترسین؟ از یه دختر که به قول خودتون نه از طبقه شماست نه همشأن شما. خیلی بی‌انصافی. انصاف؟ کی این انصاف رو تعیین میکنه؟ شما؟ کی همچین حقی به شما داده؟ پول؟ اعتبار خانوادگی؟ ثروت موروثی؟ کی؟ چی؟ تو تموم این سالها پدر من نه تنها بدهیشو به شما پس داده، بلکه از شما طلبکاره. طلبکار یه نگاه مساوی، یه نگاه برابر، انسانی، نه از پشت اعتبار خانوادگی، یه نگاه رو در رو. کاش نبود این بدهی لعنتی که به خاطرش بیای تو این خونه و اینجوری جلوی من واستی و تو چشم خیرشی. کاش نبود این ثروت موروثی لعنتی که فقط بدبختیش به ما رسید. برو از این خونه بیرون، وگرنه میگم وکیلم آقا کمال بیچارت کنه. شنیدی چی گفتم؟ آقا چرا نمیفهمی؟ بچم داره خوب میشه، داره پادر میشه، اون میتونه راه بره. نمیخوام دوباره از دستش بدم. اون مال منه، اون مال مادرش. نمیخوام دوباره از دستش بدم. نمیخوام، نمیخوام. گاهی وقتا سختی های زندگی بدجوری آدم رو اذیت میکنه.
تحمل همه چی سخت میشه. از همه چیز و همه کس متنفر میشی، حتی از خود زندگی. اما زندگیه، زندگی ادامه داره، ما هم باید ادامه بدیم. فقط باید مواظب باشیم ببینیم زندگی چی رو ازمون گرفته، به جاش میخواد چی بهمون بده. همین. فرار شاید آخرین راه باشه، اما تنها راه نیست. باید وایستاد، جنگید، باید ادامه داد. نباید از شکست بترسیم، باید امید داشت، چون امید درمان همه چیزه، همه چیز. بگیر سنم. روزگار غریبیه، پول شده همه چیز زندگی، حتی برای ابراز عشق و علاقه به پول محتاجیم. مردی زنشو بیشتر دوست داره که هدیه گرونتری براش میخره، پدری بچه هاشو بیشتر دوست داره که پول بیشتری در اختیار اونا قرار میده. معیار عشق و محبت شده پول، پول بیشتر. تو به خاطر عشق به پدرت اینجایی و برای نشون دادنش باید قرضش رو ادا کنی. مادرم ثروت موروثی به نام من میکنه تا شدت محبتش رو به من اثبات کنه. منم منظورم رو اینجوری بیان میکنم. حالا تو مختاری که بمونی یا بری، خودت باید تصمیم بگیری با دلت. حالا تازه میفهمم چرا نگار اسم آخرین نمایشنامه‌ش رو گذاشته بود داستانی کوتاه درباره عشق. درسته، عشق یه داستان کوتاه توی یه رمانه، رمانی که مضمون اصلیش پوله. پول. این طرقه بد جوری دلبسته شما شده. شما خودت گفتی طرقه به صاحبش وابسته میشه، نه به خونه اون. پس حالا باید در قفس رو باز بذاری که خودش انتخاب کنه، یا بمونه توی قفس پیش شما، یا بره به باغ و رهاش از قفس. دوست داشتن یعنی همین. باید نمایشنامه آخر نگار رو تموم کنم، اما اسمشو میذارم داستان طولانی عشق. سنم خانم، اون رفت. میدونستم که میره. کجا؟ بدهیشو پرداخت کرد و شما